آقازاده کیست؟ آیا آقازادگی پدیده‌ای تازه و مختص جمهوری اسلامی است یا سابقه ای طولانی تر دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. فرزند محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی معتقد است استعدادها و توانایی‌های خود را از پدر و مادرش به ارث برده است. حمید رضا عارف در مصاحبه جنجالی گفته موفقیت‌های تحصیلی و تجاری خود را مدیون ژن خوب و خون خوبی است که از والدینش گرفته. این گفته‌های حمید رضا عارف هفته گذشته بحث گسترده‌ای را در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی ایجاد کرد. دیدگاه او اگرچه مدافعان اندکی داشت اما عمدتاً با انتقاد تند کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و یک بار دیگر بحث قدیمی آقازاده‌ها را پیش کشید. فرزندان افراد با نفوذ از سیاستمداران و نظامیان گرفته تا ائمه جمعه و مراجع تقلید که در 14 دهه گذشته بخش قابل توجهی از شریان‌های اقتصادی کشور را در اختیار داشتند و در مواردی پایشان به صحنه علنی سیاست هم باز شده. آقازاده‌ها چه کسانی هستند و چگونه به نسلی جدید از آقایان و خانم‌های برخوردار، قدرتمند و زینفوز تبدیل می‌شوند؟ این پرسش را در میان خواهیم گذاشت با محمود صدری، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از تگزاس با ماست، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن با ما خواهند بود. بسیار متشکرم از هر دو مهمان برنامه که دعوت ما را پذیرا شدند. اگر موافق باشید با ارائه تعریفی از این پدیده شروع بکنیم. جناب صدری، شما تعریفتون از پدیده در واقع آقازاده ها یا آقازادگی چیست؟ با سلام به شما و بینندگان محترم، این بحث طبقه حاکمه و اینکه خانواده طبقه حاکمه به طرز خاصی بهره‌مند هستند و این موجب فساد جامعه میشه، این از ابتدای تاریخ با ما بوده و فلاسفه سیاسی، جامعه شناسان و سایر صاحب نظران در این زمینه پیشنهاداتی دارن. قدیمترین این پیشنهادات نزد افلاطون هست که در کتاب جمهوریت میگه طبقه حاکمه و طبقه نگهبان، این عمول فسادش، علت فساد طبقه حاکمه خانواده است، چون که اینها به جای اینکه به کار مردم برسن سعی میکنن که امتیازات خودشون رو به خانواده خودشون منتقل کنن. و البته راه حل پیشنهادی افلاطون غیر عملیه، میگه که طبقه حاکمه نباید خانواده داشته باشه که فاسد نشه. در طول تاریخ جوامع قانونمند تقریبا پذیرفتن که طبقه حاکمه خانواده خودش رو هم برخواهد کشید و امتیازاتی به اون خواهد داد. تنها راه حلی که برای فساد بیش از حد این رابطه خانوادگی یا نپوتیسم که جوامع قانونمند و دموکراتیک پیش بینی کردن، اینی که نخست قوه قضاییه حتی الامکان بدون تبعیض خانواده طبقه حاکمه رو هم تحت نظر داشته باشه، و از سوی دیگر مطبوعات حتی با یک ذره‌بین بزرگتری، حتی با یک میکروسکوپی نگاه بکنه به خانواده طبقه حاکمه و مواظب باشه که این امتیازات تبدیل به فساد نهادینه شده نشه. جوامعی که ایدئالیستی بودند و مبتنی بر برابری بودند، مانند جامعه بی طبقه تاریخی شوروی یا جامعه بی طبقه اسلامی ایران، اتفاقا کارنامه سیاه‌تری دارند. و این جامعه‌ای که قرار بوده، جوامعی که قرار بوده که هیچ کدوم از این تبعیضات رو نداشته باشن، مشخص شد که اتفاقا تبعیضات بیشتری داشتن. بله، و این رو ما نمونه‌ای که فرمودید الان نمونه بارز این قضیه هست و البته در هر دو جناح حاکمه ایران ما این مشکل رو می‌بینیم. آقای قاضیان،
حقیقتش اگر بخوایم آقازاده رو اینطوری که در به اصطلاح گفتمان سیاسی ایران مطرحه براشون یک حد و رسمی تعریف کنیم، باید گفت کسانی هستن، البته صرف از جنسیتشون، که به دلیل موقعیت خانوادگی که دارن، به دلیل اینکه خانواده اونها از امکانات عمومی بهره مند هست یا به منابع عمومی بیش از دیگران دسترسی داره، برای اونها تولید رانت میکنه و اونها میتونن از رانت خانواده خودشون در بهره‌گیری از منابع عمومی که به همه متعلقه برخوردار بشن و این برخورداری در واقع یک نوع مسابقه از خط جلوتر هست در مقایسه با کسانی که از این رانت و امکان برخوردار نیستن، به سبب اینکه خانوادهشون در موقعیتی نیست که بتونه از امکانات عمومی بهره‌مند باشه. این رو میتونیم به عنوان تعریفی از مفهوم آقازادگی در جامعه کنونی ایران قلمداد بکنیم. جناب قاضیان، آقای صدری اشاره کردن به اینکه یعنی به لحاظ مصداقی در باب اینکه در بسیاری از جوامع مسئله آقازادگی به هر حال به فساد هم ارتباط داره و کشیده میشه، از نظر مصداقی شما فکر میکنید که این اتفاق در ایران امروز افتاده؟ بی تردید فساد یکی از جنبه های مهم زندگی امروزی ماست و فکر میکنم که جنبه ها و لایه های متفاوتی از زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. این فساد هم لزوما فساد دولتی نیست، به این مفهوم که اگر این قسمت از موضوع رو که الان مورد بحث ماست، یعنی فساد اداری یا چیزی که تحت عنوان پارتی بازی ازش یاد میشه رو در نظر بگیریم، این پارتی بازی فقط چیزی نیست که منحصر به دولت یا دستگاه حکومت باشه. در واقع پارتی بازی یک نوع نهاد اجتماعی است در جامعه ما، نهاد اجتماعی است که ناکارکردی یا کارکرد نامناسب نهادهای درست رو نمایندگی میکنه. به این مفهوم میگم یک نهاد اجتماعی است که نهادهای اجتماعی مجموعی هستن از نقشها و انتظاراتی که از نقشها میره. مثلا شما فرض بکنید اگر یه نونوایی بغل خونتون باشه و شما سر و سری با هم داشته باشید و آشنایی داشته باشید، یکی از انتظارها اینه که اون مثلا برای شما نون بدون صف یا بدون نوبت کنار بذاره. نه تنها شما انتظار دارید، اون هم احساس میکنه یک وظیفه‌ای داره در این زمینه با شما که به عنوان همسایش آشنا هستید. دیگران هم شاید این تلقی رو تا حدی بپذیرن، اعتراضی نکنن، یا اگر نونوایی این کارو نکنه فکر کنن تاخچه بالا گذاشته یا فکر میکنه حالا به قول معروف آفتابه‌داری مسجد شاهو داره که نمیتونه این کارو بکنه. همه از اونم انتظار دارن که این کارو بکنه. بنابراین یک شبکه‌ای از نقش‌ها و انتظارات نقش تولید میکنه که همه ما تا حد زیادی این رو پذیرفتیم. به این مفهومی که میگم پارتی بازی یک نوع نهاد اجتماعی است و وقتی آدمایی که با این نهاد اجتماعی بار آمدن، بزرگ شدن، وارد دستگاه‌های عمومی میشن که از موقعیت‌های عمومی میتونن بهره مند بشن، اون پارتی بازی خودش رو در انتظاراتی که افراد دارن از کسی که از این موقعیت بهره منده نشون میده و اجازه میده به اون آدم که به نحو به اصطلاح مشروعی این امکان رو در اختیار خانواده‌اش قرار بده. این امکان مشروع باعث شده که عملا اقدامات ضد فساد هم در جامعه شکل نگیره، نهادهای ضد فساد هم شکل نگیره، شفافیت هم در این زمینه ها وجود نداشته باشه. یعنی اون نوع نهاد اجتماعی فشارش رو آورده و باعث شده که رویه های ضد فساد هم در جامعه ما برقرار نمونه و به این ترتیب فساد گسترده شده در جامعه ما. یعنی تبدیل به نوعی نرم شده به تعبیر شما و حالت مشروع هم پیدا کرده. آقای صدری، شما گفتید که بخشی از این ماجرا طبیعی هست، یعنی به هر حال در هر جامعه‌ای در طول تاریخ همین اتفاق افتاده که این امتیازها یا این برخورداری‌ها به نسل بعدی یا به فرزندان افراد برخوردار منتقل شده. ولی از کجا، یعنی این متر و معیاری که میشه در دست داشت و فهمید که از یک جایی این حالت نامشروع به خودش گرفته چه هست؟ جوامع قانونمند قوانین ضد نپوتیسم دارن، قوانینی که رصد میکنه روابط خانوادگی رو و تلاش میکنه که این روابط خانوادگی استفاده نامشروع ازشون نشه و این افراد خانواده طبقه حاکمه به طور غیرقانونی و فاسدی سر در آخر بیت المال نداشته باشه. و معمولا اون حد قانونی است که این افراد رو هوشیار نگه میداره. از سوی دیگر مطبوعات هم نقش خودشون رو بازی میکنن و
البته سایه ای از هر دو اینها رو ما در ایران میبینیم که قوه قضاییه، البته نه به طور غیر تبعیضی، به طرف افراد خانواده طبقه حاکمه هر از چندگاه نشانه میره و همین که این رسوایی به پا شده در مورد فرزند آقای عارف نشان دهنده این است که بالاخره مطبوعات به نحوی، چه مطبوعات الکترونیکی چه مطبوعات سنتی، نقش خودشون رو ایفا میکنن و سعی میکنن حتی امکان مهار بکنن این واقعیه بسیار نامبارک و نازیبا رو که در این مورد ما مشاهده میکنیم. آقای سعدی، شما به قوه قضاییه اشاره کردید در بخش قبلی و همینطور الان که بحث قانون رو اشاره بهش میفرمایید که در کشورهای مختلف به هر حال بحث خویشاوندسالاری یا نپوتیسم برش قوانینی وجود داره. چقدر این قوه قضاییه در ایران تونسته این ماجرا رو مهار بکنه یا اینکه نه به گسترشش دامن زده؟ متاسفانه به قوه قضاییه حتی اگر بدون تبعیض برخورد بکنه هیچ گونه اعتمادی در میان مردم نیست و این شک و این ظن وجود داره که برخورد اینها جناحی است و موضعی است و اینطور نیست که به همه با یک چشم نگاه بکنند و میل یا حتی قدرت این رو داشته باشند که فرض بفرمایید که به دنبال برادران لاریجانی هم برن، در حالی که در این حال که به دنبال برادران روحانی میرن. و این از مواردی هست که و از دلایلی هست که قوه قضاییه رو در ایران فشل میکنه. در مورد رسانه ها هم شما اشاره کردید آقای صدری. جناب قاضیان، نظر شما چی هست؟ آیا رسانه ها این وظیفه رو تونستن به درستی انجام بدن؟ این سوال رو میپرسم به خاطر اینکه تقریبا همه رسانه‌ها در ایران یا مال افراد برخوردار و ذی‌نفوذ و سیاستمداران قدرتمند هست یا مال فرزندان اونها. اتفاقا یه پدیده به عنوان آقازاده‌های فرهنگی هم الان دربارش داره صحبت میشه. آیا رسانه‌ها میتونن، یعنی چون این رسانه‌هایی توان مقابله با چنین پدیده‌ای رو دارن؟ پیش از اینکه به این نکته بپردازم اجازه بدید در ادامه سخنان دکتر صدری بگم که قوه قضاییه درسته که یکی از ابزارهای مهم مبارزه با فساد هست، اما این مال وقتی است که فساد ایجاد شده در جامعه های دموکراتیک، جامعه هایی که برای بهره‌مندی از منابع عمومی روال های مشخصی گذاشته میشه، اساسا قوانینی وضع شده پیشا پیش که مانع این فساد بشه و بعد ما قوه قضاییه تخطی از اونها رو بررسی میکنه. در جامعه ما یکی از مشکلات اینه که ما اون قوانین ضد فسادمون ناکار کرده یا بسیار اندک هست یا وارد جزئیات نمیشه. خود این باعث تولید فساد به نحو سیستماتیک شده. هر چقدر هم قوه قضاییه ما بخواد مستقل باشه و غیر جنایی برخورد بکنه و به شیوه منصفانه با این موضوع برخورد کنه، باز هم میزان تولید این کارخونه فساد انقدر هست که گمان نمی کنم موفق بشه. اما در مورد رسانه ها و امکان نظارت اجتماعی اونها، خیلی نکته جالبی در جامعه ما وجود داره. یعنی با وجود اینکه مقامات دادشون از فساد بلنده، ولی این صداقتشون یک نوع صداقت با مسئولیت محدوده، به این مفهوم که اگر واقعا و صادقانه به دنبال این هستن که با فساد برخورد کنن، یکی از ابزارهای مهمش شفافیت و رسانه‌ها یکی از ابزارهایی هستن که این شفافیت رو امکان پذیر میکنن. یعنی با جستجوی در اینکه چگونه نهادها، آدمها و افراد دارن از منابع عمومی بهره مند میشن. حالا به قول شما یک مشکل دیگه که پدید آمده به دلیل اینکه دولت در ایران نه تنها یک دولت رانتی هست و تولید رانت میکنه، بلکه یک دولت به شدت مداخله گره و این مداخله گری دولت باعث شده که در حتی توزیع منابع غیر اقتصادی مثل منابع فرهنگی، مثل منابع منزلتی هم دخالت بکنه و از این طریق در واقع رسانه ها را هم تحت کنترل بگیره. به این ترتیب رسانه‌هایی که میتونستن این شفافیت رو امکان پذیر بکنن، خودشون عملاً با یه محدودیت‌های درونی روبرو هستن. خود اون افرادی که گرداننده این رسانه هستن عمدتاً با اون دستگاه قدرت مرتبط هستن، چون بقایشون
در واقع وابسته است به ارتباط با این دستگاه قدرت و بنابراین اون نقش مهار کننده شون در تولید شفافیت هم کاهش پیدا کرد. آقای صدریا، یا یه طیف سیاسی مشخصی یا در واقع بگیم یه جناح سیاسی مشخصی مبتلا به این پدیده آقازادگی هستن، یا اینکه همه یه طیف‌های سیاسی، حالا اهم از اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا و مجموعه افراد دیگری که به هر حال فعال هستن، امکان فعالیت دارن، دوچار این مشکل هستن؟ به نظر میرسه که تمام جناح‌های حاکمه در واقع آسیب پذیر هستن، و همین که در همین یک دو سال اخیر از اون داستان رسوایی اصطلاح سفره انقلاب گرفته تا این رسوایی فعلی، هر دو اینها از جناح اصلاح طلب برخواسته متاسفانه، و البته جناح دیگر لا تعد و لا تحصا، برای اینکه قدرت بیشتری داره و دسترسی بیشتری به منابع قدرت و منابع مالی داره، طبیعتاً فسادش هم بیشتره. منتها این فساد رو به علت اینکه قوه قضاییه ما قوه قضاییه مستقلی نیست، بیشتر پنهان نگاه می‌دارن، و همین پنهان نگاه داشتن باعث افزایش، عرض می‌کنم که، بی‌اعتمادی مردم شده. این کلمه که جناب دکتر قاضیان به کار بردن، کلمه منو به یاد اون جوک میندازه که همین صداقتشون ما رو کشته. این صداقتی که این آقایون دارن برای تعقیب بدون تبعیض این گونه نپوتیسم و این گونه روابط فاسد، باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم میشه. سال 84 آقای کروبی که به هر حال سالهاست در حصر است و الان در بستر بیماری، یه نامه‌ای نوشته بود به آیت الله خامنه ای، آقای قاضیان، و در اون نامه در یه بخشی میگه: شنیدم یکی از بزرگان به جناب عالی گفتن که آقازاده حضرت عالی از فلان شخص حمایت میکند و شما فرموده اید ایشان، یعنی مجتبی خامنه ای، آقاست نه آقازاده. این پروسه‌ای که، یعنی این چه روندیه که اتفاق میفته که آقازاده ها تبدیل به آقا میشن، حالا در بالاترین سطوح و از اونجا بگیرید بیاید پایین دیگه؟ خیلی جالبه بدونید که اخیراً هم آقای ترامپ چنین مطلبی رو در مورد ترامپ جونیور گفته بود، و اینکه ایشون خودشون آقاست و آقازاده نیست. معلومه که این نظرها به هم نزدیکه در این زمینه. اما خب همونطور که تو قسمت قبلی گفتم، میدونید که وقتی اون قوانین ضد فساد که باید از پایه امکان حضور آدم‌ها رو در بهره‌مندی از منابع عمومی به سبب اینکه خانوادهشون در اون موقعیت قرار گرفتن منع و محدود کنه وجود نداشته باشه، کاملا زمینه برای این موضوع مهیاست. علاوه بر این، نبودن اون دوتا امر نظارتی مهم در جامعه های دموکراتیک، یعنی یک دستگاه قضایی مستقل و آزادی بیان برای رسانه ها برای شفاف کردن موضوع و نظارت اجتماعی، کاملا این امکان داده که این آقازاده ها خودشون به آقاهایی تبدیل بشن، و ما میبینیم که تعداد اینها کثیره. به علاوه همونطور که گفتم، با توجه به اون زمینه گسترده اجتماعی، باید این رو در نظر گرفت که این فساد گسترده‌ای که در جامعه ما وجود داره در ابعاد مختلف، که گاهی اوقات اصلا مفهوم فساد رو هم بیمعنی کرده، همونطور که گفتم یک شبکه از نقش‌ها و انتظاراته، و این انتظارات انقدر عمومی و گسترده است که دیگه اون جنبه نامطلوب یا بد فساد رو از بین برده، و ما احساس می‌کنیم خیلی طبیعی است که یک کسی اگر یه مقامی گرفت به خانواده‌اش هم کمک بکنه در این زمینه. و همونطور که اشاره‌ام کردید، این دیگه به این جناح و اون جناح سیاسی هم مربوط نمیشه. شما فقط مثلا یه نمونه رو در نظر بگیرید، ما ببینید آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی، چهار تا رئیس جمهور از سه جناح سیاسی متفاوت میانه رو و اصلاح طلب و به اصطلاح راست افراطی، همه اینها برادرانشون مقام های مهمی در نهاد ریاست جمهوری داشتن. این انقدر طبیعیه که شاید بانگ اعتراضی رو نه در میان همکاران، نه در میان منتقدان، نه در میان اون جناح سیاسی و حتی جناح منتقدش به بار بیاره که خب برای چی شما برادرتون رو منصوب کردید به این کار؟ یعنی این
انتظاراتی که میگفتم اینجا خودش رو ظاهر میکنه و اون انتظارات وقتی توی خانواده هم وجود داشته باشه در مورد خانواده ها، این خیلی طبیعیه که آقازاده ها تبدیل به آقا بشن بدون اینکه من و به اصطلاح انتقاد و اعتراضی رو بر بیانگیزه. اون شبکه نهاد اجتماعی پارتی بازی گفتم کاملا اینجا خودش رو ظاهر میکنه و برای ما در واقع یک نوع لختی اخلاقی به بار میاره در برخورد با این پدیده، چون اینقدر بهش عادت کردیم که دیگه برامون ناگوار و نامطلوب نیست. آقای صدری، چیزی که من دیدم در رسانه ها، اتفاقا در رسانه هایی که حالا منصوب به جناح اصولگرا هستن، این درخواست برخورد با پدیده آقازادگی خیلی بیشتر دیده میشه. حالا این مشاهده من ضرورتا یه مطالعه علمی نیست، ولی چیزی که من دیدم اونجاها بیشتر، حالا چه مقاله، حتی شخص آیت الله خامنه ای رو بعضن خطاب قرار میدن که در واقع دستوری بده برای مقابله با پدیده آقازادگی. چرا اولا اینطوری هست؟ چرا از اون ور به نظر میاد که درخواست مبارزه و مقابله بیشتره؟ و دو، چرا حالا در فقدان قوانین و مسائل دیگری که اشاره شد، آیت الله خامنه ای که خب در خیلی از موارد، ریزترین موارد مداخله میکنه، چرا اینجا نشدیم که مثلا یه حکم حکومتی بده؟ صداقت نیروهای راست در این فریاد عدالت طلبیشون محل شکه، برای اینکه همین ها در زمان دولت قبلی، دولت احمدی نژاد، در این زمینه ها سکوت کرده. این قضیه آقازادگی اتفاقا نمونه بسیار خوبیه برای اینکه ببینیم که این قضیه نپوتیسم چطوری رفتار میکنه. این قضیه آقازادگی مربوط به قبل از انقلابه، معروف بود که بچه های آیات اعظام در قوم و جاهای دیگه معمولا لاوبالی و مفتخارن و این کلمه آقازاده از اونجا میاد، ولی به محض اینکه همین طبقه به قدرت میرسه دیگه مفهوم آقازادگی تفاوت میکنه و اون شک و سوءظن مفتخاری و لاوبالیگری تبدیل میشه به رانتخاری و فساد. و خیلی جالبه که این پدیده آقازاده بودن نزد همین صنف روحانی قبل از انقلاب یک شکل و رنگی داره و تقریبا تبدیل به یک جوکی میشه و در بعد انقلاب تبدیل به یک فساد خیلی عمده. قبل از انقلاب میگفتن که حمله به صحتش اینه که این علما چون که سرشون به کارشونه و در به درس و مشق و مدرسه است، غافلن از فرزندانشون، اینه که فرزندانشون اینطوری بار میان و معمولا یک رسوایی برای خانواده هستن. یه عده میگفتم که این نتیجه ریا و درویی این هاست، چون که در خانواده دیگه نمیتونن پنهان بکنن واقعیتشونو، این خلاصه به خلوتی است که آن کار دیگر میکنن، این بچه ها میبینن و در واقع بیعتقاد میشن، ولی همه اینها در واقع تبدیل ماهیت پیدا میکنه و تبدیل میشه به این داستان فساد گسترده مالی و اداری و سیاسی که جناب دکتر قاضیان هم بهش اشاره کردن. جناب قاضیان، آقای صدری اشاره نکردن به اینکه حالا چرا در اون رأس نظام اراده‌ای برای مقابله احیانا وجود نداره یا تا حالا دیده نشده، ولی در این حال به نکته خوبی اشاره کردن از این نظر که این مسئله مختص جمهوری اسلامی نیست، قبل از انقلاب هم این داستان بوده. حالا اگر شما هم به پرسش من و همین که اشاره بفرمایید که بحث آقازادگی رو ضرورتا قبل از انقلاب فقط مختص خانواده‌های مذهبی هم نبوده، در دربار و نمیدونم اشراف همین بوده. دو تا نکته در این زمینه وجود داره. در اون بخش اول سخن شما در مورد اینکه چرا رهبرانی که از مبارزه با فساد دم میزنن ولی در عمل اتفاقی نمیفته، به چند تا نکته باید اشاره کرد. اولی همونطور که آقای دکتر صدری گفتن مسئله صداقته، چون اگر صداقت کافی در این زمینه وجود داشت و جدیت، و مهمترینش این بود که با رسانه ها برخورد نمی کردن، چون همونطور که گفتم رسانه ها و آزادی بیان یکی از ابزارهای مهم کنترل فساد هست در جامعه های مختلف. شما اگر رابطه میزان و به اصطلاح رتبه فساد رو در کشورهای مختلف با میزان آزادی بیان و دموکراتیک بودن اون جامعه ها مقایسه کنید، میبینید که رابطه بسیار معنی داری داره. یعنی هر مقدار در سطح جهانی
سطح آزادی بیان بالاتر هست، میزان فساد در اون کشورها پایین تر است، یا حدود یک درجه دموکراتیک بودنشون بیشتره. بله، این یک نکته است. بنابراین صداقتی در این زمینه. دومی که برداشت بسیار خامی از این موضوع دارن و نه برداشت سیستماتیک، چون با مسئله حکومت به مفهوم مدرنش انگار آشنا نیستن از این بابتش. در مورد اون نکته که در مورد رژیم قبلی گفتید، به راحتی میشه این مصادیقش رو دید، ولی پایه این ماجرا در این است که دولت در ایران یک دولت رانتی است، منابعی از بیرون داره که خودش تبدیل میشه به توزیع کننده رانت، و بنابراین یک مبنای سیستماتیک پایه‌ای و ساختاری داره در توزیع فساد، برای اینکه کاملا این امکان داره که بیرون از اون نظارت اجتماعی که منابعش رو تامین نکرده، خودش بتونه در مورد این رانت تصمیم بگیره. به علاوه بعد از انقلاب به شدت مداخله گر شدن این دولت که در دهه 50 شروع شده بود، باعث میشه که کاملا این رانت در ساختار سیستم سیاسی لانه بکنه و باعث این نوع گسترش فسادی بشه که ما هر روز آمار ارقامش رو میبینیم و دیگه شاید شگفتی هم بر نمیانگیزه. در یک جمله آقای قاضیان، شما امید به این که اصلاح بشه در آینده نزدیک دارید؟ حقیقتش من فکر می‌کنم که یه مقدار لختی اجتماعی به وجود اومده و اون نوع از انگیزه و جوشش کافی برای مبارزه با این موضوع در سطح اجتماعی کم هست، و بنابراین شاید در سطح سیاسی هم فشاری برای این موضوع نباشه. آقای صدری، شما امیدوار هستید؟ یک جمله لطفا. نه، بنده خیلی امیدوار نیستم، به همین علل ساختاری که قبلا هم مطرح شد و علل تاریخی، و به خصوص این که به یه جایی رسیده قضیه که خلاصه به نظر میرسه که این آقازاده ها عقل سلیم رو از دست دادن و به ذهنشون نمیرسه که سخنی که میگن چقدر زشته. سر سفره انقلاب نشستن یا اینکه خون خوب داشتن، حتی از عقل سلیم عادی هم اینها محرومن، برای اینکه گردش نخبگان در جامعه وجود نداره. بسیار بسیار متشکرم. محمود صدری و حسین قاضیان، سپاسگزار از هر دوی آقایان و متشکرم از شما که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. برنامه ما برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس است، bbcpersian.com/2، و همینطور این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد، شناسه توییتر ما @bbcpage2. همینطور برنامه روی صفحه فیسبوک ما هم در دسترس است، آدرس ما facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.